سلام، من میلادم. خیلی خوش اومدید به پنجمین قسمت از سری ماینکرافت هاردکور. من قسمت قبلی رو که داشتم ادیت میکردم متوجه یک مسئله شدم، دیدم که چقدر دارم بهانه میارم که این قسمت ها رو درست نکنم و هزار جور بهانه آوردم که بگم اینها رو بعدا درستشون میکنم، ولی فعلا همینجوری باشه. و با سابقه ای که از خودم دارم، با تجربه اون سری قبلی لتس پلی که داشتم، میدونم این چیزایی که اینطوری نگه دارم واسه بعدن رو هیچ کدومشون انجام نمیدم و میمونن. واسه همین میخوام توی همین قسمت بیام تمام این قسمت ها رو خراب بکنم، حتی اگر لازم شد کلن بزنم همه رو بتر کنم و از اول درستشون بکنم. البته این قسمت بیرونی رو منظورمه، قسمت بیرونی فارم ها و این نماهای بیرونیش، هم این اتاق که اصلا به نظرم زشتره، هم این اتاق که این قسمت بالاش نیاز داره یک سری کار انجام بدم روش، و هم نمیر، و هم این اتاق اینجا که بعد اینجاشو درست بکنم. این کارا رو میریم با هم دیگه انجام میدیم. بعد از اون میخوام یک کار دیگه انجام بدم. احتمالا تو این قسمت چیز جدیدی نسازیم. میخوام بیام تمام این قسمت ها رو، اتاقهای جدیدی که بعدا میخوام درست بکنم رو، جاهاشون رو مشخص بکنم، فارم های بعدی رو مشخص بکنم که بگم مثلا اینجا میشه فلان فارمم، اینجا میشه فلان فارمم. همه اینا رو مشخص میکنیم تو این قسمت که بتونیم تزیینات بیرونش رو با هم دیگه هماهنگ بکنیم و قشنگشون بکنیم. پس بریم سراغ کارامون. ببخشید من بعد دو تا از شماها رو بکشم. ببخشید واقعا، ببخشید ببخشید. توی کامنت های قسمت قبلی به یک نکته خیلی جالبی برخورد کردم. یک نفر که الان کامنتش رو صفحه نشون میدم گفته بود که اینجا میتونی کارپت قهوه‌ای بذاری، و نمیدونم چرا واقعا به فکر خودم نرسید که اینجا رو کارپت بذارم که اینطوری بالا نیاد. حتی بعدا شاید این پله ها رو بردارم کلا کارپت قهوه‌ای بذارم، ولی خب فعلا اینجا رو میتونیم اینجوری کارپت بذاریم، حتی بالا اینم میتونیم بپوشونیم. دسترسی بهش داریم دیگه، به کرافتینگ تیبلمون از اینجا دسترسی داریم. اون قسمتی که جوز زده بود بالا الان برطرف شد، مشکلش خیلی قشنگ‌تره. و البته عجیبم نیست اونجایی که قسمت پیش نشون دادم، میبینید که خالیه، خالیه کامل. طبیعیه که چیزی توی قسمت قبلی به ذهنم نرسید که اینجا کارپتو بذارم. مرسی بابت این کامنت خوبی که واسه هم می‌نویسید، همه‌شونو می‌خونم و خیلی بهم کمک می‌کنن. خب این از اتاق اولیمون که همین تغییرات کوچیکی که توش دادم خیلی بهترش کرد. البته تنها تغییری که داشتیم بود که این چوب بالاشو یک ردیف آوردم بالاتر و این آیرون بارها رو هم اینجا اضافه کردم، ولی خب خیلی بهتر شد. اونجایی که قبلا چوب رو گذاشته بودم خیلی پایین بود و اصلا ورودیشو زشت میکرد. اما راجع به بالاش، بذار بریم بالاش اینجا رو ببینید. یک مقداری این شکلی بده به نظرم، چون که رنگ چوبای اینجا با اینجا فرق میکنه. میخوام یک ردیف از دیوار این قسمت رو خراب بکنم که اینجا انگار راه روی این قسمتمون عرضش 3 بشه. روی چوبای این قسمت رو میخوام فنس بذارم و اون طرف که پشت اینها بشه، البته سقف فارم پایینیم هست، شاید مجبور بشیم اونو خرابش بکنیم، ولی خب اینجا رو میخوام اینطوریش کنم دیگه، یعنی اینجا عرضش رو یک بلاک بیشتر بکنم تا اینجاها رو بتونم فنس بذارم. اما قبل از اینکه اینو درست بکنیم بریم سراغ فارم بعدیمون. البته فارم که نیست، بریم سراغ اتاق بعدیمون که اینجاست. این رو هم یک مقداری تغییرش بدم، اون قسمت بالاش رو میخوام یکم قشنگ ترش کنم. خب اینم از اتاق دوممون که اینطوری خیلی بهتر شد، بالاش رو قشنگتر کردم. یک دونه چوب دیگه هم اونجا اضافی کردم که شبیه این طرفش بشه. داخلش رو هم توی همین قسمت میایم یک مقدار دیگه تزیین میکنیم. شاید یکم سقفش رو بلندتر بکنم، چون که خیلی کوتاه، اینجا احساس خفگی میکنه آدم وقتی میاد داخلش. اما بریم سراغ آخرین اتاقمون که اینجاست و ماشاءالله یکی هم از یکی زشت‌تر. همشون رو همینطوری الکی بیروناشو درست کرده بودم، اینم الان با هم دیگه درستش میکنیم. این یکی رو به این سادگی ها نمیشه درستش کرد، بعد خیلی بیشتر از اینا روش وقت بذارم، بیشتر فکر بکنم بهش. حالا یه حرکت زدم اینجا رو، بلاک گذاشتم، سنگ گذاشتم، ولی خوب نشد. اینجا هم که توی قسمت نمیدونم اول دوم اینها بود که گفته بودم قرار یک زیرزمین بزنم که از اینجا یک نیم طبقه دیگه هم داشته باشیم، اینم راهش رو توی همین قسمت باز میکنیم که بدونیم قرار اون پایین چیا بسازیم. اما بشینم یک کم دیگه من اینجا فکر بکنم که هم بیرون اینو چیکار بکنم، هم فکر بکنم به بقیه قسمت بیسمون که قراره باهاش چی کار بکنیم. من برم توی خلوت مغز خودم، اونجایی که هم بشنم فکر بکنم.
خب وقتشه که بیام بیرون از اینجا و برگردیم به بازی. کلی کار از اون موقع انجام دادم، البته کار خاصی شاید نبود، بیشترش فکر کردنی بود. این قسمت رو ولی درستش کردم، خیلی الان بهتر شده. یک ردیف اینا رو آوردم عقبتر، خیلی الان نسبت به قبلش بهتر شد. اینجا رو هم سنگ گذاشتم، هم راهمو دیگه نمیبنده و هم اینکه خیلی قشنگتر شد. و بقیه قسمت ها رو هم کامل مشخص کردم، اینا رو همه رو تابلو زدم که مشخص هر کدوم از این قسمت ها چه اتاقی قراره درست بکنیم. این قسمت بالایی رو هم نشون بدم که اینجا فنس گذاشتم، همونطوری که گفته بودم عرض این قسمت رو بیشتر کردم، اینجا رو خیلی بهتر شد. این قسمت هم همین کار رو قراره انجام بدم، حالا صحبت میکنیم راجبش. اما بریم سراغ اتاقهایی که مشخص کردم قراره درست بکنیم. از پایین پایین بذار شروع بکنم، از این طبقه اولین چیزی که قراره درست بکنیم، البته اولین که نه، ترتیب خاصی نداره، تو هر قسمت ممکنه یکیشونو درست بکنیم. یک جایی دارم اینجا که اینجا میخوام اتاق خوابمو درست بکنم، جایی که تختم و اینها رو داشته باشم، اندر چستمو بذارم، بعدا نمیدونم یک تعدادی صندوق دم دستی داشته باشم، اینجا قراره باشه. اینجا همون کیچنی که گفتم، اون آشپزخونه‌ای که گفتم بذارم و غذاهامو داخلش بذارم رو قرار این گوشه اینجا درست بکنم. یک فضای خالی هم اینجا میمونه که بعدا یک کاری باش میکنم احتمالاً. و اینجا قرار اسملترم رو درست بکنم، یک تعدادی فرنیس داشته باشیم، ترجیحاً اتوماتیکش میکنم که بتونیم اینجا وسایلمون رو داخل فرنیس بذاریم و بپزیمشون. و اینجا جاییه که قرار شوگر کین فارمم رو درست بکنم. بذار این یه قسمتش رو میتونم الان انجام بدم. اینجا رو میخوام چوباشو دقیقا شبیه همین استوریج سیستمم، استوریج رومم درست بکنم. این قسمتم اگر اینو برش دارم، دقیقا بین این دوتا چوب جاییه که شوگر کین فارممون رو قراره بسازیم. البته عمقش رو باید زیاد بکنیم چون عرضش خیلی کمه، برای اینکه فارم بهتری داشته باشیم باید عمقش رو بیشتر بکنیم. و بالاش هم دقیقا شبیه همین قسمت یک دونه چوب دیگه میذارم، بالای اون چوبا رو فنس میذارم، عرض راه بالاش هم باید بیشتر بکنم. این قسمت هم جایی که مرغامون رو نگه میداشتیم باید تبدیل بشه به چیکن فارممون. فارممون رو همینجا درست میکنیم، شاید توی این دیوار آخرش درست بکنم، یک فضای دیگه این گوشه واسمون باقی بمونه که بعدا میتونیم با شکار دیگه هم انجام بدیم. اما یک بخش دیگه هم داریم اینجا، اگر نگاه بکنیم اینجا هم یک فضای خالی دارم، شاید بعدا یک کاری باش بکنم. اینو فراموش کرده بودم درستش بکنم، اینم الان بذار یک دونه از این پلنکا بذارم. اما اینجا نکنید این قسمت بالایی رو که الان دیده نمیشه، حالا بالا با هم دیگه میریم، قراره تبدیل بکنم به ویلیجر بریدر. ویلیجران وقتی به دنیا آمدن میفتن این قسمت پایین، اینجا تبدیلشون میکنیم به زامبی و بعدش درمانشون میکنیم و از اونجا میفرستمشون توی این قسمت که قراره تبدیل بشه به تریدینگ کال. کل دیوارهای این قسمت از اون گوشه اونجا تا این گوشه این طرف قرار کلش تبدیل بشه به تریدینگ هالم و توش رو ویلیجر بذارم و بتونم باهاشون ترید بکنم. این پایینم یک دونه زیر زمین درست کردم که احتمالاً بعدم وول فارمم رو داخلش میسازم. و همین، بذار طبقه بالای بالا رو هم یک بار دیگه نشون بدم. اینم جاییه که گفتم ویلیجر بریدرم و قراره بسازم. ویلیجرام که به دنیا میان از اینجا میفتن پایین داخل اون قسمت، تبدیل به زامبی ویلیجر میشن و بعد درمانشون میکنیم که بهمون تخفیف بدن. بقیه این قسمت رو، بقیه این طبقه رو هیچی واسش مشخص نکردم فعلا، ولی خب حدودا میدونم چیا میخوام بسازم. مثلا فارم گندمم، فارم شوگرکینو که پایین سازم، فارم پامکینو، هندوانه، فارم کدو و هندوانه ما این بالا میخوام بسازم و احتمالا چند تا فارم دیگه هم اینجا بسازیم، ولی خب هنوز مطمئن نیستم دقیقا چه فارم های دیگه ای لازم داشته باشیم. اگر فکر میکنید فارم دیگه ای هم هست که توی بیس اولیه‌مون نیاز داریم بسازیم، حتما توی کامنت ها واسم بنویسید که توی این برنامه ریزیمون اینجاها اضافهش بکنیم. اما یک مطلب دیگه هم بگم، چون که قسمت امروزمون قرار بود دوشنبه منتشر بشه، ولی خب به خاطر مشکلاتی که به وجود اومد نتونستم دوشنبه ویدیو رو آماده بکنم و امروز که پنجشنبه است شما دارید این ویدیو رو داخل یوتیوب میبینید. علتش رو حالا صحبت نکنم، مشکلاتی بود که به وجود اومده بود و حل شد. اما یک مسئله خیلی مهم دیگر رو باید بهتون بگم، این که ما الان که البته دارم ویدیو رو ضبط میکنم این اتفاق نیفتاده، ولی خب زمانی که ویدیو رو منتشرش بکنم بعد از استریم پنجشنبهمون توی آپارات، که اونجا یک دونه اکانت پریمیوم فول اکسس ماینکرافت قرعه کشی کردیم و
به یک نفر از بچه ها هدیه دادیم توی استریم پنجشنبه‌مون. قرار این اتفاق بیفته، ولی خب زمانی که شما ویدیو رو تماشا میکنید این اتفاق افتاده. فردا جمعه هم توی استریم یوتیوب دقیقا قرار همین کار رو تکرار بکنیم. یک دونه اکانت پریمیوم دیگه، اکانت پریمیوم فول اکسس ماینکرافت، قرار توی استریممون قرعه کشی بکنیم. تو استریم یوتیوب این دفعه قرعه کشی بکنیم و به بچه ها هدیه بدیم. و علتش چیه؟ علتش اینه که امروز تولد کانالمونه، تولد یک سالگی کانالمونه و الان قراره یک دونه کیک هم درست بکنم با هم دیگه، یک جشن خیلی خیلی ریز هم بگیریم. ولی خب فکر کنم آهنام زیاد نباشه، 3 تا سطل نیاز دارم، یک دونه سطل آب دارم، بذار 2 تا سطل دیگه درست بکنم اینجا. خب این از 3 تا سطل گاومون. گندم هم میخوام که گندم دارم البته، 3 تا تخم مرغم هم که ورداشتم. یک دونه کیک فقط با هم دیگه درست بکنیم، یه جشن خیلی کوچولو ریز بگیریم. جشن اصلی رو پنجشنبه و جمعه توی استریم ها قرار بگیریم که استریم پنجشنبه احتمالا تموم شده زمانی که شما دارید این ویدیو رو نگاه میکنید. چطوری بود کیک؟ شکر هم لازم داریم برای درست کردن کیکمون. از اینجا چند تا شوگر کین بردارم، این پلا رو گذاشتم ولی خب معمولا استفاده نمی کنم ازشون، اینجوری میپرم پایین. بذار شکرم هم درست بکنم و کیکمون رو الان میتونیم درست بکنیم. اینم کیک یک سالگی کانال یوتیوبمون. این اتاق اینجا رو هم فراموش کردم نشون بدم، سقفش رو یکم بلند کردم، یکم کتابخونه هاشو اضافه کردم، صندوق گذاشتم اینجا، به جای مشعل از این لانترنا استفاده کردم، یک دونه کرافتینگ تیبل هم اینجا گذاشتم. حالا همینجا بذار یک گوشه ای کیکمو بذارم، یک دونه جشنم بگیریم، بذار برم یک دونه مشعل که نه، یک دونه فایرورک راکتم درست بکنم. خب یک دونه رنگ قرمز آوردم، یک دونه از اینها هم اگر کنارش بذارم فایر ورک استار بهم میده. حالا اینو اگر کنار یک دونه کاغذ و یک دونه گام پاودر بذارم 3 تا از این راکتا بهم میده. و این هم برای تولد یک سالگی کانالمون، که خیلی ممنونم که تو این یک سال ویدیوها رو تماشا کردید، کانال رو سابسکرایب کردید، از من حمایت کردید و کامنت های خیلی قشنگی که واسم می‌نویسید واقعا حالم رو خوب میکنه. مرسی از همتون، مرسی از حمایتاتون. و این خراب شد، بذار این فر بزنمش. اینم از تولد یک سالگی کانال یوتیوبمون. یکی دیگه هم بزنم بعدش بریم کیکم بخوریم. خب کیکمون هم تموم شد، یک تولد خیلی مختصر و مفید، حالا مفید شاید نبوده باشه ولی خب یک تولد خیلی مختصر گرفتیم. همونطوری که گفتم تولد اصلی توی استریم ها قراره انجام بشه. الان که من دارم ضبط میکنم 4 شنبه است و فردا و پس فردا قراره استریم داشته باشیم، ولی خب زمانی که شما دارید این ویدیو رو میبینید احتمالاً 5 شنبه باشه و یکی از استریم ها تموم شده باشه. استریم بعدی رو که فردا جمعه است داخل کانال یوتیوب میتونید بیاید و اونجا هم دیگه جشن میگیریم و یک دونه دیگه اکانت ماینکرافت هم قراره بین بچه‌ها قرعه کشی بکنیم. اگر این ویدیو رو دوست دارید فراموش نکنید که لایکش بکنید، ویدیو تموم نشده هنوز، سابسکرایب به کانال یوتیوب رو هم فراموش نکنید. بریم سراغ بقیه کارا. من یک دونه سیلک تاچ دارم، برم اون دایموندایی که قبلا پیدا کرده بودم رو از توی معدنم بردارم. با این سیلک تاچ سعی می‌کنم بین این دوتا قسمت، بین این قسمت و قسمت بعدی، یک دونه فورچن 3 هم پیدا بکنم که بتونم دایموندامو تبدیل به آرمور و نمیدونم شمشیر و اینجور چیزا بکنم. همه اینا داخلش دایموند تثبت، بریم یکی یکی برشون داریم. و اینکه حالا توی قسمت بعدی سعی کنم آرمور دایموندی هم درست بکنم برای خودم. فعلا من این دایموند اورا رو با سیلک تاچ از اینجا برشون دارم و بعدش بریم ببینیم دیگه چقدر وقت میمونه و چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. این از 6 تای اول. توی کامنت ها میتونید حدس بزنید تا وقتا که من میرم اینا رو جمع کنم فکر میکنید چند تا از این دایموند اورا میتونم پیدا بکنم.
داشتم اینجا شوگر کینا رو جمع می کردم که دیدم مهمون اومده واسمون، برم اینها رو بکشم، فقط سپرم رو آماده بکنم، اینم آماده بکنم که رئیسشون رو باید آتیش بزنم و بریم. 4 تا اینجا هستن، امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. داره مشکل پیش میاد، داره مشکل پیش میاد. نیاین نیاین، کم کم بیاین، یکی یکی بیاین. ها من وقتی میرم بالا باید غذا بخورم، چرا غذا نخوردم؟ خودشون هم البته ممکنه بکشنش. ماشاءالله همینه، تموم. اینم از این دو تا از اینا تا حالا کشتم. آها اینو تونستم بنرش رو بگیرم. این بنره رو اگر اینی که بنر داشت و میکشتمش یک دونه افکت بهم میداد، بد اومن افکت بهم میداد که اگر وارد ویلیج میشدم باهاش همه پلیجرها یهو بهم حمله میکردن، رید میشد و قطعا میمردم اونجوری. اما بریم سراغ کاری که انجام دادیم. اگر عددی که توی کامنت حد زدید 18 بوده، شما برنده خوششانس امروز هستید، ولی خب متاسفانه هیچ جایزه بهتون تعلق نمیگیره. اما یه کار دیگه هم اینجا انجام دادم. اینجا رو داشتم باز میکردم، یک غاری هم اینجا پیدا کردم که اومدم داخلش رو روشن کردم، ولی خب غار خیلی کوچیکی بود نسبتاً و هیچ مشکلی واسم به وجود نیومد. اما این قسمت رو داشتم اتاق رو درستش میکردم، میخواستم تزئینش هم بکنم، گفتم بعداً میام درش رو درست میکنم که یک در مخفی داشته باشه، ولی خب فکر کردم به اینکه اینجا بخوام پیستون بذارم و کار ردستونیش رو انجام بدم قطعا اتاقمون خراب میشه، از این طرف خیلی باید بزرگترش بکنیم بعدا. واسه همین توی این قسمت میخوام برای اولین بار توی شب بیدار بمونم توی این مپ، برم چند تا اسلایم بکشم، چند تا استیکی پیستون درست بکنم و البته این اتاق و ورودیش رو توی قسمت بعدی با هم دیگه درست میکنیم. پس من منتظر بمونم، غروب که شد با هم دیگه میریم سمت سوامپ یا باتلاق که چند تا اسلایم رو بتونیم بکشیم. فقط امیدوارم که مشکل بدی به وجود نیاد واسمون و زنده بمونیم. داره شب میشه و خیلی هیجان دارم و خیلی استرس دارم. میتونه آخرین شبمون توی این بازی و توی این مپ باشه و آخرین قسمت این سریمون، ولی امیدوارم این اتفاق نیفته. فقط یک دونه اسلایم اگر بتونم پیدا بکنم و بکشم عالی میشه. و خیلی ها سوال میکردن که اسلایم از کجا میشه پیدا کرد. اگر شبا بیایید داخل این باتلاق ها یا داخل این سوامپ ها میتونید اسلایم رو پیدا بکنید، ولی خب اسپان شدنشون بستگی داره به حالت ماه. نه کنید الان ماه خیلی بزرگه و باعث میشه که اسلایم ها بیشتر اسپان بشن. اگر ماهمون کوچیک باشه کمتر اسپان میشن. اگر اصلا اون شب ماه نباشه توی آسمون کلا نیایید، چون که اسلایم قرار نیست اون شب اینجا اسپان بشه. حالا بگردم ببینم چه اتفاقی میفته. خود اسلایم ها خیلی مشکل ندارن، اینکه بقیه ماپ ها ممکنه مثل این بهم حمله بکنن، مشکلش اینه. اوه اوه از سپرم خراب نشه که فقط همین یکی رو دارم. تو هم بیا بکشمت. اه؟ 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 هیچی چوبم با خودم نیوردم. آخه چرا من همچین کار کردم؟ یک دونه قایق حداقل باید درست میکردم که اینجا بتونم سریعتر شنا بکنم، سریعتر حرکت بکنم. برم چوب بیارم، فکر کنم برم چوب بیارم بهتر باشه الان. اصلا نگران این درخته نباشید، فردا توی روشنایی میام کلش رو خراب میکنم. بریم بگردیم دنبال اسلایم ببینیم میتونیم پیدا بکنیم یا نه. انا اینم از اولین اسلایممون، پشت سرش ولی چند تا ماب دیگه هم هست. اگر همینجا وایستم که بیاد جلوتر، نیمت جلوتر، بیا یکم جلوتر بقیه اونا نبیننم. خیلی پشت شلوغه، یک دونه زامبی ویلیجر هم اونجا هست. زامبیا زودتر از همه منو میبینن، از فاصله دورتر میتونن ببیننم و طبیعتا اینا اول میان جلو. اسکلتون هم داره نزدیک میشه. چجوری بریم سمت این اسلایمه؟
تو رو خدا نکش، تو رو خدا نکش. تو قایق گیر کرده بودم. وای وای وای. نزدیک بود ها. میخوام برم. نمیخوام بکشمت اصلا. لکه اومدی میکشمت. شونزده تا اسلایم بال به هم داد. یک دونه اسلایم دیگه هم اون پشت دیدم ها، اونجا داره بپر میکنه. ولی خب دیگه نمیخوام برم سمتش، فقط میخوام برگردم خونه شب و بخوابم، که نزدیک بود واقعا بمیریم همین الان. خراب کردی همه رو. خب اینم از اسلایم بالامون. قسمت امروزمون یکم کوتاه‌تر بود، شاید کاری که انجام دادیم خیلی به چشم نیومده باشه، ولی خب بازم کلی کار انجام دادیم، کلی برنامه‌ریزی کردیم. برای اولین بار توی شب رفتیم بیرون، با ماپا جنگیدیم، هرچند که خیلی سریع برگشتم، ولی خب تا پای مرگم رفتیم، نزدیک بود که بمیریم توی همین قسمت. من دارم میرم سمت اون درخته که قرار بود خرابش بکنم. و اینکه ببخشید که این قسمت با تأخیر منتشر شد، سعیم میکنم که دوباره این اتفاق تکرار نشه، طبق همون جدولی که برنامه ریزی کرده بودم بتونم هر قسمت رو منتشر بکنم. و خیلی خیلی ممنونم ازتون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر دوست داشتید این ویدیو رو حتما لایک بکنید، سابسکرایب کانال یوتیوب رو هم فراموش نکنید، و اینکه تو استریم ها میبینمتون. اگر دیسکورد ندارید حتما دیسکورداتون رو نصب بکنید، حتما تو این لینکی که بالای صفحه میذارم جوین بشید، چون که اون قرعه کشی هایی که گفتم، قرعه کشی های اکانت های پریمیوم داخل سرور دیسکورد قرار انجام بشه. پس حتما تا قبل از استریم ها این کار رو انجام بدید و توی سرور دیسکورد جوین بشید. تو استریم ها میبینمتون. تا ویدئوهای بعدی و استریم ها، خداحافظ.